اکثر ما چوب پیوند جدا نشدنی با مفاهیمی مثل آرامش، روح زندگی و اصالت داره. وقتی به چوب نگاه میکنیم یا اون از نزدیک لمس میکنیم، حس عشق و احترام به طبیعت در دل تک تکمون زنده میشه. برای همینه که از دیرباز چوب مورد توجه بوده و هنوز هم مورد استفاده خیلی از هنرمندانه. حالا به همین چوب عنصر آتش رو اضافه کنین. شور، حرارت، زندگی و جسارت. امروز میخوایم با هنری آشنا بشیم که میسوزونه و میآفرینه. هنر چوب سوزی، هنر نقاشی روی چوب به وسیله حرارت و سوختن. در این تکنیک چوب بستری برای انتقال حرارت میشه تا هنرمند بتونه مفاهیم ذهنی خودش رو به تصویر بکشه. جنس چوب و مقدار حرارتی که توسط هنرمند کنترل میشه از شاخصه های مهم این سبکه که تأثیر زیادی روی اثر نهایی داره. علی اکبر نصرآبادی بیش از 40 ساله که نقاشی میکنه. نقاشی برای اون ابزاری جهت بیان عواطفه و هیچ تکنیکی بهتر از چوب سوزی نتونسته در این سالها بازتاب عقاید و عواطف اون باشه. چوب و آتش دو عنصری هستند که به خوبی هیجانات و مفاهیم ذهنی او رو مجسم کرده و به تصویر میکشند. دقیقاً بعد با گره های خود چوب، با جنس چوب، شکل و شمایل چوب نقاش آشنا باشه. من معمولاً وقتی یه نقاشی رو روی چوب میخوام شروع بکنم، قبلش خیلی با چوب ور میرم، به چوب نگاه میکنم، یعنی مدتی میذارم کنار، میشنم به چوب نگاه میکنم و از بطن چوب اون نقاشیمو در میرم. همین الان مثلا من دارم کار میکنم، درسته که من یه شاخ و برگایی رو دارم میکشم، ولی متناسب با اون رگه های خود چوبم من این شاخ و برگا رو دارم هماهنگ میکنم. یعنی در طبیعت همینه، بهترین نقاشی خود این چوب قبلا انجام شده، من از داخل اون دارم در واقع کپی کاری میکنم، یا از داخل اون این خواسته هامو که دارم به تصویر میکشم از بطن چوب میکشم بیرون اینا رو. ابزار مورد استفاده در چوب سوزی خیلی پیچیده و متعدد نیست، اما کار کردن باهاشون کمی سخت و زمانگیره. قلم حرارتی باید با سرعت و فشار مشخصی روی چوب حرکت کنه و کوچکترین بی‌دقتی میتونه کل کارو خراب کنه. با وجود همه سختی‌ها، علی اکبر نصرآبادی عاشق این هنره. از نظر اون چوب مثل یک پرده نقاشی میمونه که پر از نقش و نگاره و این خود هنرمنده که باید لابلای بافت زیبای چوب قصه هر کدوم از اونا رو پیدا کنه و برای مخاطب روایت کنه. درختان آدمهای من هستن، من با درختان حرف میزنم، با طبیعت حرف میزنم. من تمام این چوب‌های خودم رو رفتم از طبیعت پیدا کردم، از این نرفتم به هر حال درختی رو ببرم طبیعت رو آسیب بزنم و بیام یه تیکه چوبی رو درست کنم که روش نقاشی بکشم. هیچ وقت طبیعت رو ما اجازه نداریم آسیب بزنیم به خاطر اینکه مثلا نقاشی چوب‌سوز بکنیم. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که هنر چوب و آتش کجا و در چه تاریخی شروع شده. این هنر یکی از قدیمی ترین هنرهای دنیاست، یعنی زمانی که انسانهای اولیه با استفاده از خاکستر باقی مونده از آتشی که برپا کرده بودن نقوش رو روی چوب حک کردند. با اینکه در گذر سالها ابزار و تکنیک این هنر دچار تغییراتی شده، اما هنوز پیوند بین چوب و آتش ناگسستنیه.
در تار و پود درخت ها شما چهره آدم های قدیم رو ببینید. این آدم ها با سه تفکر زندگی میکنن. تفکر اول اونایی هن که به دنیای بالا و معنویت اعتقاد دارن، یعنی طبعا درختانی که نیمه بالا رو دارن مثل شهدای ما. تفکر دوم کسانی که در این دنیا ریشه دارن، دنیوی فکر میکنن، همه خواسته ها رو در این دنیا میکنن، طبعا درختانی که نیمه پایین رو دارن. تفکر سوم فرمایش امیرالمومنین، اگه کسی و اعتقاد ماست اگه کسی این دنیا رو نداشته باشه طبعا دنیای بعدی رو هم نخواهد باشه، بعد درخت کامل باشه. این سه تفکر چرخه زندگی و هر معنی دیگه واسه زندگی مثل حوض آبی که میکشی فاضلاب شو، فردا حوض خالیه، زندگی با تمام داشته هاش در حال رفتن، این خطوط خود چوبه، همه چی در حال رفتن، فردا زندگی بوم سفیده. اکبر نصرآبادی فقط یک نقاش نیست، او قبل از هر چیز یک معمار متبهره که با نگاه خاص و ویژه خودش به ابنیه تاریخی ایران تونسته در زمینه چوبسازی آثار متفاوت و فاخری رو ارائه بده. شما الان لابلای درخت ها معماری کبیره رو میبینید، من با انگشتم این گنبد رو حس میکنم، در واقع روح این تابلو گرفته شده. در واقعیت هم همینه، در کاشان شما تشریف برین، در اون کبیر که نگاه بکنید، در اون کبیر خاکی شما یک گنبد آب میبینید، اون ارزش و بهای معماری کبیری ماست. طبیعه، ابنی تاریخ ایران خشت و گل و خاکه، چوبم از خاک در میاد، طبیعتش هم سوختنه، با همین سوزوندن. این ابنی خاکی رو رو چوب کار بکنین با سوزوندن، خب بدون استفاده از ابزار صنعتی مثل قلم پلیکان و رنگ وینزور و چه و چه، این هم خانوادگی یه دست میشه. و طبیعیه اگه من عکسم از این ابرقو میگرفتم، بادگیر ابرقو، هیچ وقت مطلوب تر از این تصویر با تکنیک چوب سوز نمیشد. در گذر سالها آثار علی اکبر نصرآبادی بر روی تمهای شرکت پست ایران هم چاپ شده، آثاری که بازتابی از فرهنگ و هنر ایرانه و به تاریخچه پیدایش پست در ایران و سیر تحول و تکامل اون میپردازه. به حال این تعاریفی که من برای مخاطبین خودم، بازدید کننده خودم عرضه کردم، اینا تأثیر زیادی روشون گذاشته وقتی که در طبیعت قرار میگیرن. به من برگشتن گفتن که آها، ما دیگه قدیما جلو درخت ها همینجوری رد میشدیم، به برگ ها همینجوری نگاه معمولی میکنیم، اصلا توجه نمیکردیم، ولی الان بعد از نمایشگاه تو که اومدیم رفتیم تو طبیعت، هر جا ما درخت میبینیم اصلا وای میسیم جلو درخته و به تمام زوایا و گوشه کنار این درخته با یه نگاه جدیدتر نگاه میکنیم. یعنی نگاهمون به طبیعت و به خصوص به درخت ها و شاخ و برگ های درخت عوض شده. طبیعت قصه گوی ماهریه و اگه درخت ها میتونستن حرف بزنن، بدون شک قصه های زیادی رو برامون تعریف میکردند. بیاین به صدای درخت ها گوش بدیم، صدایی که در سکوت لابلای برگ ها و شاخه هاشون میپیچه و تنین میاندازه.